امروز در تقدیم همتان عزیز ما با امید که آهنگ خیلی زیبایی در تقدیمتان کردیم بیننده باشید و قسم که پیش از آهنگ همشون یادآوری کردیم امروز یک موضوع سیحیر انتخاب کردیم و می خواهیم در مورد زو با دکتر صاحب صحبتهای داشته باشیم و مهمان ما همچنان در استودیو با ما هستند دکتر صاحب حشمت الله هنیز دکتر داخله شبخانه همراز امروز مهمان ما هستند. سلام و صبح بخیر تقدیم از اینا در برنامه نسیم. صبح خوش آمدید. صبحتان بخیر. خوش آمدید. صبح بخیر تقدیم شما و بینندگان تلویزیون بیت. امید است صبح و صحت و سلامتی آغاز کنیم. سپاس. خب آقای هنیس میشه در نخست در مورد خود فشار و فشار بلند خون صحبت بکنیم، چون کسایی که نمیدونن فشار چی هست و فشار خون بلند چی هست معلومات حاصل بکنن. قسمی که همه ما آگاه داریم فشار در جهان یکی از مسئله های بسیار مشکل صحی است که سالانه میلیارد ها انسان به فشار بلند خون مبتلا هستند و تقریبا نصف از فیصدی اشخاص نمیدانند که ما فشار بلند داریم و این زمانی تشخیص می شود که اینا با یک مشکل پیش دکتر مراجعه می کنند و با اندازه‌گیری فشار مشخص می شود که شخص فشار دارد. چون فشار یکی از امراض مزمن جهانی است که اغلبا اعراض و علائم مسعود نمی داشته باشه در شروع تا زمانی که مزمن شود و پیشرفت داشته. پس امروز ما خواستیم در مورد این تکلیف که اکثر مردم افغانستان مبتلا هستند روشنی پرتیم. در نخست ما باید بفهمیم فشار خون یعنی چی؟ یعنی چگونه خون فشار داره؟ فشار خودش همه ما می فهمیم یک قوه است، یک انرژی است، یک نیرو است. همین قسم در داخل رگ ها خون با یک فشار در جریان است که این فشار از طرف قلب وارد میشه و این فشار خون که در رگ ها تصادف میکنه ما امور اندازه گیری میکنیم. هرگاه از حد نرمالش که 120 بر 80 میلی متر ستون سیما است که این واحد اندازه گیری فشار است، بلند بره میگیم که شخص داره فشار بلند است. و هرگاه از 120 بر 80 میلیمتر ستون سیما پایین بیاید و با وجود اعراض و علائم ما میگیم که شخص فشار پایین داره. فشار دو بخش داره، یکی سیستول یکی دیاستول. سیستول عبارت از حالتی است که قلب منقبض میشه. وقتی قلب منقبض شد این خون را به شریان ابهر که یکی از بزرگترین شریان هایی است که از قلب منشأ میگیره و این خون به تمام اعضای بدن انتقال میده فشار وارد میکنه و اندازه گیری می فشاره به نام سیستول یاد میکنه. و دیاستول عبارت از فشاری است که قلب در حالت منبسط است، قلب پس در حالت استراحت میاد و می فشار یک فشار نسبی است که فشار دیاستول یاد میکنه. مثلا میگیم فشار 120 به 80 120 اش سیستول است و اون فشار عظمی است و 80 اش اما فشار است که قلب پس حالت استراحت وقت میده. پس واحد اندازه گیری فشار به می شکل است و فشار از نظر بلند بودن و پایین بودن به دو بخش است، یکی هایپرتنشن است یکی هایپوتنشن. امروز مورد بحث ما هایپرتنشن یا های بلد پرشر یا فشار بلند خون. خود بلند فشار بلند خون نسبت به فشار پایین خون خطرناک است، اگر درمان نشه حتی سبب مرگ میشه و یک مریضی است که اکثرا اعراض و علائم نداره. قسمی گفت این تصادفا تشخیص میشه، تصادفا کشف میشه و اسباب گوناگون داره که میتونه از نظر اسباب هم به دو شکل است، یکی اسباب ثانوی داره اسباب اولیه داره. اسباب اولیش 90 تا 95 فیصد در بر میگیره و فاقد اعراض و علائم است. کسی نمیفهمه که من فشار دارم و این عموما از سردردی، از سرگیجی، از بیحالی، از خستگی، از توریدی شکایت میکنه و نمیفهمه که من فشارم بالاست تا زمانی که سنجش نشه و فشار ثانویش بدوش 5 تا 10 فیصد در بر که اکثرا اشخاصی که تکلیف قلبی دارن، عدم کفایه کلیه ها دارن و
و نارسایی های شریانی دارند. اینا اکثرا دارای فشار بلند است که اینا تشخیص شده است. خیلی سپاس دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که این فشار خون بلند چگونه در بدن انسان با وجود میاد؟ نظر به کدام اسباب یا کدام علائم هست که مثلا بعضی خوراکی هست، بعضی کارهایی هست که انسان انجام میده؟ چون به شکل نرمالش هیچ وقت بلند نمیره، اما کس در زندگی خون نرمال داره، اما چه چیز باعث میشه که فشار خون بلند پیدا شود؟ اسبابش به دو نوع است. یکی اسبابی که معلوم است و یکی اسبابش مجهول است. اسبابی که مجهول است و داره عراض نیست، اینا اکثرا احتمالا میگن که میتونه از سبب چاقی باشه. چرا از سبب چاقی؟ قسمی که میفهمیم خود رگهای خون مثل یک نل است، هر چقدر صاف باشه همقدر خون خوب جریان میده. هر بار داخل نل ها اگر کدام بنده شده پس مانی عبور خون میشه و یک فشار به جدارهای رگ وارد میشه. همین قسم چاق، وقتی که انسان چاق بود در خونش کلسترول زیاد است. خود کلسترول یک ماده شحمی است. وقتی که در خون انسان زیاد بود، این در جدارهای رگ تجمع میکنه و علقه ها را، لخته ها را میسازد. این را به اصطلاح اتیرو اسکلروز اسم میگن. اتیرو اسکلروز وقتی که ایجاد شد، این در عبور خون یک مانع ایجاد میکند که سبب فشار بلند میشه. پس ما از خاطر گفتم میتونیم که یکی از اسبابش چاقی است. و اسباب دیگهش استفاده از سیگارت است، استفاده از الکل است، ورزش نکردن است، تحریکیت کمتر داشتن است، خواب زیاد است، پرخوری است، استفاده بیشتر از نمک است و همچنان استفاده بیشتر از روغنهای چرب است، خصوصا روغنهای حیوانی که دارای کلسترول بلند است. و همچنان استرس، تشویش، افسردگی، اینا همه از جمله اسباب نامعلوم فشار خون است. اما اسباب معلوم دارش کسایی است که تکلیف قلبی دارن. کسایی که تکلیف قلبی دارن اکثر فشار دارن. کسایی که تکلیف کلیه دارن اکثر فشار دارن. کسایی که افسردگی داره و صدمات مغزی دارن اکثر فشار بالا دارن. و کسایی که دیابت یا شکر داره اکثر فشار بالا داره. اینا اسباب معلوم دارش هست و اسباب نامعلوم. بله دقیقا قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن، در آخر خصوصا مردم افغانستان ما زیادتر از چربی استفاده میکنن، زیادتر از نمک استفاده میکنن که باید استفاده از اونها کمتر به خاطر فشار بالا. خب دکتر صاحب میشه درباره بگوین که یک وقت ها بود که ما شنیده بودیم فشار تنها کهنسالا میداشته باشن میگفتن، اما حالا در آخر کودک ها و نوجوانان همچنان در مرض مبتلا هست، دلیل در چی هست؟ یکی از ریسک فاکتورهای ایجاد فشار بلند مسن بودن است. بعضی فاکتورهایی است که سبب ایجاد فشار خون و عمدترینش بلند بودن سن است. وقتی که انسان مسن شد اکثرا عضلات قلب ضعیف میشه. وقتی که همون پمپاژ ضعیف شد و خون به یک فشار وارد نمیشه. و همچنان کهنسال شدن اکثرا با امراض مختلف در گذشته ها سپری کردن، دیابت، چربی، تکلیف های قلبی، کلیوی، اکثر این امراض اشخاص مسن سپری کردن و عموماً در وجودش می باشد. پس اینها سبب میشه که آنها فشار بلند داشته باشد. و دیگر اسبابش میتونه جنیتیکی باشد. یکی از ریسک فاکتورهای جنیتیک است. شخص از پدر و مادر فشار بلند داره میتونه به هرس ببره و همچنین نژاد رول داره. اکثر سیاه‌پوستان نسبت به سفیدپوستان داره فشار بلند است و دیگر عدم رعایت رژیم غذایی. مثلا اشخاصی هست که در مناطق زندگی میکنه آبشان بیشترین منرال ها داره، بیشترین کلسیم داره، آبشان شور است چون نمکیات است و مو اشخاص به شکل اندمیک اکثرا فشار خون چون نکیسه در آب است، آب شور است. و همچنان استفاده زیاد از چربی ها و عدم ورزش، عدم تحریکیت، استرس، اینا همه میتونه ریسک فاکتورها برای ایجاد فشار بلند. خیلی سپاس میشه در مورد هزی همچنان یادآور کنین که
بلندترین فشار خون چند درجه هست که میتونه سبب مرگ یک انسان شوه یا قابل خیلی تشویش، قابل خیلی جدیت هست؟ فشار نرمال و استاندارد که قبول شده به یک شخص کاهل 120 بر 80 میلی متر سانتی و یا کمتر از آن. هرگاه از این اضافه شوه و این را به استیج بندی کرده از 120 بر 80 تا 139 بر 90 یا 139 بر 89 این را به نام پری هایپرتنشن یا پیشفرضی فشار خون میگه که در این حالت ضرورت به ایجاب تداوی دوایی نیست. میتونیم با سبک تغییر سبک زندگی با پرهیز میتونیم این فشار را کنترل کنیم. هرگاه از 140 بر 90 تا به 159 بره این استیج اول هایپرتنشن و استیج دومش از 160 به بالا و از 90 به بالا این استیج دو میگه که هرگاه تداوی نشد تا 200 240 250 رفته میره و دفعتن سبب عمله های مغزی میشه، خونریزی های مغزی را به بار میاره، سکته های قلبی را به وجود میاره و آنن شخص تلف میشه. یعنی خیلی خطرناک هم اکشنه. بسیار خطرناک. خب دکتر صاحب، میشه درباره انواع و اقسام فشار بگوین که چند نوع فشار وجود داره؟ فشار بلند چند نوع وجود داره؟ فشار در اصل به دو نوع است. فشار بالا، فشار پایین. فشار پایین و فشار پایین بس جداگانه است. فشار بالا ما قسمی گفتیم ثانوی داره و اولیه داره. اولیش نامعلوم است، عراض نداره، شخص نمیفهمه که فشار اما ثانویش دارای عراض است، دارای علائم است و اکثرا با مشکلات قلبی، کلیوی همراه میشه. خب دکتر صاحب، میشه درباره درمان خانگی بگوین؟ کسایی که امو لوازم فشار دارن که فشار خودشان میتونن ببینن که بفهمن چقدر فشارشان بلند است یا پایین است، میشه در این مورد بگوین برای کسایی که بینده هستن؟ بله، عموما بهتر است که شخص که سنش به 35 میرسه همیشه باید فشار خود را چک بکنه مرتب، چون بعد از سن 35 ایجاد فشار بیشتر است و بهتر از تداوی وقایع است. باید ما پیش از اینکه به تکلیف مبتلا شویم جویایی باشیم که ما باید به تکلیف مبتلا نشیم، پس وقایع بهتر از تداوی است. بله، پس به خاطر وقایع و جلوگیری از اینکه ما در آینده به فشار بلند مبتلا نشیم، اولا به مراتب چک کردن فشار است، دوم تغییر سبک زندگی است، باید پرخوری جلوگیری شود، از چاقی کنترل شود، رژیم غذایی منظم گرفته شود. رژیم غذایی به چه ترتیب؟ میوه و سبزیجات زیاد استفاده شود، چای، قهوه و شیرینی کمتر استفاده شود و مواد و وسایل که کافئین دارد و چربی کمتر استفاده شود، مخصوصا چربی حیوانی. دیگه میدانیم که نمک کم بسازیم، کمتر استفاده بسازیم، چون نمک، چرا نمک سبب فشار بالا میشه؟ چون فلتریشن خون عموما در کلیه ها صورت میگیره و کلیه ها را آسیب میرسانه نمک، مخصوصا سدیم، کلورین، منرال ها. پس بهتر است نمک کاهش بدیم و روزانه هر تا قدم زدن هیچ که نمیشه، قدم زدن در زندگی خود مروج بسازیم و همچنان استرس، فشار، افسردگی، اینا همگیش به خاطر وقایش فشار خون میشه. بوری همچنان بگین که فرض میکنیم شاید بیشتری هزمتانان ما دور دست از
کلینیک ها و شفاخانه ها باشه. اما یک شخص هست که به مرض فشار بلند خون مبتلا هست، زمانی که می خودش درک میکنه که فشار خون بلند هست و نمیتونه با زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه بکنه، چی چیزی میتونه موثر تمام شه برای شخص در خانه ای که تا چند ساعت دیگر که به شفاخانه کلینیک میرسه بتونه او را یعنی هم کار انجام بده تا این فشارش کم پایین‌تر بیاد؟ دو حالت داره. بعضی اشخاص میفهمن که من تکلیف فشار خون دارم و مرتبا پیش دکتر مراجعه کرده و توصیه ها و ادویه های برشان داده شده. اینها وقتی که دفتن یک حمله سرشان میاد میتون از ما ادویه هایی که دکتر برشان داده استفاده کنه و یا میتونه که آب زیاد بخورن، چون وقتی که آب زیاد بخوریم کلسیم و منرال هایی که در کلیه ها است و مو سبب فشار بالا میشه میتونه دفع کنه. قسمی که اگه مراجعه کرده باشین، کسایی که فشار بلند اگه دفعتن پیش یک دکتر میه فشارش بسیار بالاست، ما برشان دیوریتیک میدیم. دیوریتیک از جمله ادویه هایی است که ادرار آور است، مایعات بدن بیرون میکشه. وقتی که مایعات بدن بیرون کشید توأم با مایعات الکترولیت ها، سودیم، کلسیم هم بیرون میبره، پس سبب میشه که فشار شخص پایین بره. و اگر فشار خون توأم با تکلیف قلبی داشته باشه، اون مسن اشخاص مسن داره، باز در اینا میتونیم تابلیت های کپتوپریل زیر زبانی و یا ادویجاتی که تپش قلب کاهش میده برشون بدیم. اگر اشخاصی که فشار خونش نامعلوم است اما یک دم فشارشان بالا میره و اینا انقدر جدی و خطرساز نیست و اینا اکثرا از سرگیجی، از سردردی، خصوصا سردردی فشار بالا از پشت سر است، پیشروی نیست و اینا را میتونیم با استراحت، با تطبیق مایعات تا کلینیک صحی ما مراجعه بکنیم و یا میتونیم که یکان تطبیقات اولی از ما چنان خاصی خاطرش نیست. خیلی خب، میشه در باره حوارز جانویش بگوین که در پالیزی که میتونه سبب مرگ یک انسان شد کدام عوارض دیگر میتونه در بدن انسان به وجود بیاره؟ به طور مثال شاید هم سبب فلجی یک فرد شد یا سایر امراض دیگر که عوارض خیلی سختر هست میشه او را یادآور شد، چون کسایی که بینیدیم هست، کسایی که دارای فشار بلند خون هستند، اونا تا اندازه هیراس پیدا بکنن و کمک کنترل بکنن. فشار بلند خون را هیچ وقت دست کم نگیرید، چون زمانی که فشار بلند خون تداوی نشد بسیار اختلاجات خطرناکی را به بار میآورد که از جمله اولیش سکته های مغزی است، چون شریان هایی که در مغز است نازک ترین شریان هاست. بله، وقتی که فشار در شریان ها زیاد شد اولتر از همه امو قسم صدمه میبینه که ضعیف است، پس شریان های مغز بسیار ضعیف است. وقتی جریان خون زیاد بود سبب پاره شدن، سبب انیورزم و سبب خونریزی های مغزی میشه و دومن سبب خونریزی های شبکه چشم میشه، چون شبکه چشم هم دارای شریان های ضعیف است و چشم مریض سفیدش مکمل سرخ میشه و تکلیف های قلبی را به بار میاد، سکته های قلبی، عدم کفایه قلبی و دیگه بالای کلیه ها آسیب میرسند و شریان هایی که در بدن وجود داره یک تکلیف به نام انیوریزم به وجود میاره. انیوریزم امو است که شریان ها میپنده به شکل توپ توپ هر قسمتش و این نازک شده میره، بالاخره سبب پاره شدن و شخص به فلج، به کوما و حتی به مرگ منجر میشه. خیلی تشکر، سپاسگزاری میکنیم هست دکتر صاحب حشمت الله حنیس، دکتر داخل شفاخانه همراز که امروز مهمان ما بودن و وقت سرخوباتی خیلی خوب داشتن و توصیه خیلی عالی برای مریضان که دارای فشار بلند خون هستند. با امید از اینکه توصیه های دکتر صاحب گوش کرده باشین و عملا هورا در کار بگیرین و کسایی که دارای فشار
خون بلند هستند باید به دکتر مراجعه بکنن، چون واقعا یک مرض خیلی جدی و کشنده همچنان هست. بله، و بازم تشکر از تشریفتان دکتر صاحب. میشه در اخیر یک پیام کوتاهتان بر ما بگید؟ پیام ما به همشهریان عزیزی است که هیچ مریضی را دست کم نگیرن. بله ها. و خصوصا فشار را، و مخصوصا سندشان از 35 بالا باشه. و توصیه ما است که در رژیم غذایی خود دقت کنن، سبک زندگی خود را تغییر بدن، ورزش مرتب انجام بدن، از پرخوری، از غذاهای چرب، از غذاهای سرخ شده و مخصوصا نمک را کاهش بدن. و چون فعلا فصل میوه است و توصیه میکنم که زیاد میوه سبزیجات استفاده کنند و نوشیدن آب سیر را فراموش نکنند. خیلی تشکر. باز هم سپاسگزاری میکنم از اینکه امروز دعوت ما را پذیرفتید. سپاس.